شاید بارها با این جمله که معلولیت محدودیت نیست برخورده باشیم. واقعا تا چی اندازه به این گفته باور و ایمان داریم؟ آیا واقعا با همین نگاه به افراد دارای معلولیت در جامعه میبینیم؟ آنچه مسلم است این است که اگر بیشتر وارد زندگی خصوصی و فعالیت روزانه افراد دارای معلولیت شویم، در میابیم که برخی از توانایی‌های این افراد منحصر به فرد است و حتی در افراد سالم جامعه نیز نمی‌شود برخی از این مهارت‌ها را سراغ کرد. همکارم مصطفی محمدی سری زده به اولین آسایشگاه افراد دارای معلولیت در کشور. اینجا را بچه های آسایشگاه خانه دلها نام گذاشتند. خانه بهشت، محلی که شاید بیشتر درک می شوند، خوشی بیشتری دارند و بیشتر به آرامش می رسند. بانو سنا محسنی از مسئولان بنیاد خیریه پیر هرات که این آسایشگاه نیز زیر پوشش این نهاد فعالیت دارد می گوید، تمام تلاششان این است تا زندگی را برای افراد دارای معلولیت لذت بخشتر کنند و احساس سربار بودن را از آنها بگیرند. نه، همیشه گفتیم که از سلامتی تا معلولیت فقط یک ثانیه فاصله است و این معلولیت یک پدیده هست که با مردم هست و همین خاطر خواست مردم با خود همراه بسازیم. کسایی که اینجا میاین خواستیم همون بینش و نگرش را برشان بدیم که آقا یا خانومی که در حال حاضر سلامتی داری یک ثانیه دیگه هیچ تضمینی نیست که تو معلول نباشی، تو روی ازی بیچاره نشینی. بچه ها این آسایشگاه هم از محیط زندگیشان راضی اند و از آرامش در این محیط سخن میزنند. آنان میگویند انتظار دارند از سوی جامعه نیز بیشتر درک شوند و به آنان به چشم یک سربار دیدن نشود. در این فضا خب میشه گفت که معلول یک معلول دیگر رو درک میکنه، اما در اجتماع اگه وارد اجتماع بشی بقیه افراد سالم نمیتونه اونطور که باید و شاید درک نمیکنه معلول رو. بعضی از افراد جامعه هستن که برای معلولین احترام خاصی قائلن، مخصوصا بعضی از خانواده ها که معلولین رو بانی خیر و برکت میدونن، بعضی هم مصیبت و سربار. با بچه هایی که در اینجا هستن تلاش میکنیم و لقبی که برای بچه ها داده شده بچه های بهشت و 15 جایزه روز جشن تولد این بچه ها هستن به نام جشن تولد فرشته. از این خاطر ما تلاش میکنیم که این بچه ها الگوی باشه برای خیلی کسایی که بیرون از اینجا هست. در همین حال شماری از کنشگران مدنی در این ولایت نیز از برنامه های بنیاد خیریه پیر هرات برای افراد دارای معلولیت تمجید می کنند و از مردم می خواهند تا برای سرپا نگه داشتن این بنیاد از هیچ کمکی دریغ نکنند. بنیاد انفاق و نادرستی پیر هرات یگانه بنیادی است که در سطح افغانستان تانسته خدمات ارزنده برای معلولین داشته باشه و امروز ما در این محل شاید از این هستیم که اینا تانستن یک آسایشگاه بسیار پرید اینا تدارک ببینن برای معلولین و برنامه مختلفی که خب البته این به همت خود معلولین بوده و تپ و تلاش مسئولین این بنیاد. مسئولین بنیاد هم میگوید بنیاد خیریه پیر هرات نهادی است مردمی و فقط با کمک های مردم سر پا ایستاده است. عبدالعلی بارکسی میگوید بنیادشان در سال 84 به منظور انسجام بیشتر افراد دارای معلولیت ایجاد شده و در بخش آموزش، درمان، ورزش، ازدواج و تحصیلات عالی برای افراد دارای معلولیت کار میکند. ما شعار داریم تحت عنوان فقط خدا، انسان، خدمت و دیگر هیچ. بنان ما پول شده میانه کسایی که توانایی مالی و توانایی جسمی دارن و کسایی که توانایی جسمی و مالی ندارن. بنان ما به عنوان نماینده این دو گروه خدمت میکنیم و از صبح تا شب آرزو داریم که سالهای سال بتونیم رفته رفته خدمات بهتر، خدمات بیشتر چی در تمام زمین ها برای معلولین ما فراهم بکنیم. این بنیاد اخیراً خوابگاهی را با گنجایش 60 تخت و امکانات مجهز در اختیار معلولان قرار داده که توانسته تا حدود مشکلات برخی از این افراد را برطرف کند. به گفته مسئولان این نهاد، تلاششان بر این است تا جامعه معلولیت یک شخصیت به خود بگیرد و مردم بیشتر به توانایی‌های این افراد باورمند شوند.